در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان ظهورالله ظهیر، آگاه مسائل سیاسی که در استودیوی سوم اطلاع نیوز حضور یافتند، و آقای وایس ناصری، آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای ظهیر، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، صحبت های آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه را شما حتما شنیدین که یاد کردن از این که در آینده نزدیک روابط دیپلماتیک افغانستان شاهد رویدادهای خوب خواهد بود. دیدگاه شما چی است؟ این روابط بر حسب کدام موارد استوار خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون و دعاگانی محترم عیشه قدرمن ملما او دطلو نیز محترم همکاران او طول درنو کتون کتا سپاس. خبر داده چکل دو وزیر صاحب خارجه زمان و ایسی کنفرانس تطلیه دی او په دې کې اشتراک کړی دی ترکیې ته، نو مخکې ستا سوال جواب نه به دومره ویم چې د OIC کانفرانس ته تګ خو زموږ وزیر خارجه موثریت لري، موږ افغانستان دپاره امارت اسلامي دپاره قابل د تمجید دی، ولې چې زموږ وزیر خارجه به هلته په حاشیه کې د دې غونډې د ډیرو وزیرانو او ډیرو ډیپلوماتانو دو سره ملاقاتونه یې کړي او کوي به، دا په خپل ځای موثریت لري. ولې خپله د OIC کانفرانس عمومي په مجموع کې کوي او د ده موثریت په اسلامي ټولنه کې نشته دی. ولې نشته؟ دا خاص او خاص پردو یا په لنډه اصطلاح ویم د امریکا د متحده ایالاتو د اثر لاندې دی، ځکه ډیر مسایل په دنیا کې دي د اسلامي ملکونو دو په کې دومره تاثیر هم نه دی کړی. که په درته پیلګه رڼا واچوم، اوس د افغانستان باندې نظامي یرغل، په شوروي اتحاد نظامي یرغل په افغانستان، د امریکا متحده ایالاتو نظامي یرغل په افغانستان، خو پر صورت غټه مسله وه، په عراق کې د امریکایانو مداخله، په یمن کې، په سوریه کې، په لیبیا کې دغه د منځه وړل د معمر القذافي د رئیس جمهور دلی، همدغسې که وګورو په دغه کې مصر کې، په مصر کې انتخاباتو شو او په نه پوهېږم 2000 کې، او هغه انتخابات دغه په مطلق اکثریت وګټل محمد مرسي چې یو ډېر پیاوړی شخصیت وي او پروفیسر و. ولې هغه امریکا او سعودي عرب او اسرائیلو ته قابل د قبول نه و؟ ځکه چې هغه یو ډېر قوي شخصیت و، د اخوان المسلمین یو فعال غړی و. نو بنا ان څه یې وکړل، هغه ته یې عبدالفتاح سیسي راپاسو او په هغه یې کودتا وکړه، او هغه رژیبی لغه نسکور که د مرسي نسکور که، او مرسي شپږ کاله بندي و. شپږ کالو کې ده ته نه چا ډوډۍ، نه کالي، نه دوایي، بل چا هېچا هم نه. بالاخره هغه د لږې او تندې او د مریضۍ نه غریب مړ شو. اما آقای ظهیر، این که کشورها چه کردند، در کدام مقاطعی از زمانی بر اساس حسب منافع خودشان دست و کدام اعمال زدن، بحث جدا است. این که کنفرانس ها هم چقدر میتونه تاثیرگذار باشد، تا حالا دیدیم که کنفرانس های زیاد، نشست های زیاد در سطح کشورهای اسلامی، شانگهای، این گونه سازمان ملل، شورای امنیت و حتی دوحه هم برگزار شد، تا حالا نتیجه خاص بر افغانستان نداشته. اما وقت وزیر خارجه، سرپرست وزیر خارجه امارت اسلامی میایه، از روابط خوب دیپلماتیک یاد میکنه، فکر میکنین دلگرم بر کدام مسائل شده؟ دا خواهش جان، دست خبره ده چې زمان تک زمان د امارت اسلامی د چارواکو تک نوری دنیا تا، همسایه هوادونو تا، د دیخته هوادونو تا، بلکې نور اروپایي امریکایي هیوادونو ته ډېر په خپل ځای باندې ډېر مؤثر او ډېر مفید دی، او باید دوی دا سفرونه په هر وخت کې وکړي. او دغسې موقع نه لکه دا اوس چې مسایده شوې ده، دې دپاره زموږ د وزارت خارجه وجودیت هلته کاملا یو مفید او په خپل ځای یو قدم دی. خو دنیاوال اوس د دې کنفرانس غړي ولې مفید دی؟ اوس کېدای شي دوی سره مخامخ کېني، هغه خواستې، هغه مطالبې چې د امارت دي کنفرانس کې واضح کړي، هغه دا نور هیوادونو افرادو ته، اعضاو ته او هیئتونو ته واضحه کړي، د خپل موقف نه دفاع وکړي، خپلې لاسته راوړنې بیان کړي. ښه، بالمقابل هغوی کوم مطالبات لري، کوم انتقادات لري د دوی په اسلامي امارت باندې،
هغوی بل مقابل خپل مطالبات وکړي، خپل پیشنهادات وکړي، نو دغه یو تفاهم ته رسیدی شي. ولې رسیدی شي؟ چې دوی به د هغوی واوري، هغوی به د دوی واوري، بالاخره د فهم و تفهیم په نتیجه کې به یو څه لاسته راشي. او همدې دپاره دغه تګ مؤثر دی. بعضې مسایل دي لکه زموږ داخلي مسایل، هغه د اوس هم لاینحله پاتې دي. او فرضاً د دنیاوال به هم دا مطرح کړي، کیدای شي دوی قناعت ورکړي، هغوی دوی له قناعت ورکړي. مطلب مې دا دی چې دغه هیوادونو سره زموږ که دغه اسلامي هیوادونه وي که غیر اسلامی هیوادونه، که همجوار هیوادونه، او که د سیمې او نړۍ هیوادونه، دا په خپل ځای کاملا یو مسؤلیت او مسؤلیت لري. سپاس گزارتان، با شما برمیگردیم. آقای ناصری، شما هم خوش آمدین به برنامه. صحبت های آقای زهیر هم شنیدین، همین گونه صحبت های اخیر آقای متقیر هم حتما شما شنیدین و دنبال کردین. از روابط خوب و تحول که در عرصه دیپلماتیک در آینده های نزدیک در قبال روابط افغانستان با جهان رو خواهد داد یاد کردن، دیدگاه شما چی است؟ این دلگرمی و این خوشبینی از کجا آمده؟ با عرض سلام و اظهار سپاس امتنان به نو شریفی گرامی خدمت حضور شما، همکار تخنیکی، همکاران تخنیکی شما، میهمان برنامه و شنونده ها و بیننده های خوب شما. سپاس. آقای متقی بعد از سفری که به کامرون داشت، در پنجمین نشست کنفرانس همکاری های کشورهای اسلامی که افغانستان یا دولت امارت اسلامی طالب ها من حیث ناظر نه عضو رسمی دائمی بلکه عضو ناظر دعوت شد و آقای متقی در عکس و یا فوتویی که به حساب مجموعه گرفته میشه به حیث یادگار هم اجازه اشتراک نداشت، به دلیل از اینکه چوکی افغانستان مانند سازمان ملل متحد در شورای همکاری های کشورهای اسلامی و دیگر کنفرانس ها به طالب ها داده نشده و امارت اسلامی طالب ها را هیچ کشور 57 کشور اسلامی تا به امروز به رسمیت نشناخته، رابطه دولت با دولت ایجاد نشده، فقط رابطه به سطح دفکتو یا عملی هست که با هم بر اساس نیازمندی ها و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورها هست. بنابراین من فکر نمی کنم که کدام دستاورد کلان صورت گرفته باشه در کامرون یا در جای دیگه. در سطح تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه رابطه دفکتو، رابطه عملی با حاکمان فعلی افغانستان وجود داره، ولی هیچ کشوری به شمول هند و پاکستان، چین و روسیه و ایران، شانگهای، کشورهای 57 کشور اسلامی در همین کنفرانس کامرون هم اونا خواسته های مشخصی داشتن و در قطعنامه خودم مطرح کردن که مسئله رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، تعلیم، تحصیل و تشکیل یک دولت ممثل و نماینده و دولت که نمایندگی و مشروعیت ملی داشته باشه، ای از خواسته های جهان است. مبارزه با تروریسم از اساسی ترین خواسته های کشورهای اسلامی است. بنان اگر یکی دو کشوری بالفرض در همین نزدیکی ها اعلان کنند که ما امارت اسلامی رو به رسمیت میشناسیم، در دور گذشته هم سه کشور به رسمیت شناخته بود ولی کدام حل مشکل نکرد. اما فکر نمیکنین حداقل در به رسمیت شناسی را باز خواهند کرد و این راه را به دیگر کشورهای جهان هم باز میکنه که بیاین روابطشان را با امارت اسلامی گسترش بدن و روابط رسمی را ایجاد بکنن؟ شما در هفته های نزدیک شاید یک اعلامیه و یک قطعنامه جدید شورای امنیت خواهیم بود بعد از گزارش جدیدی که نماینده یوناما در اونجا میته. متاسفانه تصمیم گیری ها و محدودیت های جدیدی که امارت اسلامی طالب ها و مردم افغانستان ایجاد می کنند به جای نزدیکی با جهان و مردم افغانستان دوری را رقم زدن. اما شما می دانید پیش از ارائه امین گزارش یونما و نشست شورای امنیت درباره افغانستان و گزارش دهی از اوضاع افغانستان، مقام ها و حتی ادارات خاص در افغانستان در قبال قانون آخره که از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر توشیح شد و حالا قابل اجرا هم هست، یونما را گفتن کارکردهایش برشان قابل پذیرش نیست و و همکاری هم با این نهاد در افغانستان ندارن. خب امی اعلان جنگ با جهان، امی اعلان جنگ با آقای ریچارد برنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان یوناما و گزارشی که هنوز تهیه نشده و ارائه نشده مخالفت نشان دادن، این برای طالب های هیچ منفعتی نداره و هیچ گامی برای شناسایی هم نمیتونه باشه.
بنان همی عمل و که عکس العمل های تندی که در مقابل خواسته های جهان و شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد طالبان انجام میتن این عقب گرد است و هی در مقایسه با 3 سال پیش که آقای ریچارد بنت آزادانه به افغانستان می آمد و یا یوناما گزارش های خود که میداد مستقلانه میداد، امروز این تهدیدایی را که طالبان میکنن این شکست دیپلماسی طالبان است نه پیروزی طالبان، که آقای متقی میگه ما امیدوار هستیم یک تحول کلان بیه. به نظر من این آقای ناصری وقت روابط دیپلماتیک از لحاظ بررسی شما و دیگر آگاهان و جهان یک چنین مسائل را مطرح می سازد که عقبگرد داره افغانستان، روابطش و سیاست های امارت اسلامی سبب شده که کشورهای جهان فشار وارد بکنن یا حداقل دوری بکنن از افغانستان. این طرف خوشبینی بر اساس چی فکر میکنین ایجاد شده باشه؟ اگر این خوشبینی بر اساس امون موارد است که شما پیشتر یاد کردین، یکی دو کشور بیاین به رسمیت بشناسن، امین خودش چقدر میتونه تحول کلان و ژرف را ایجاد بکنه در قضیه افغانستان و روابطش با کشورهای جهان؟ بالاخره اگر یک کشور بیاید در دیپلماسی را، در روابط رسمی را باز بکنه، فکر نمیکنین کشورهای دیگر هم خواستار از این خواهد بود که بیاین یک چنین رفتار را دنبال بکنن و روابط رسمی را ایجاد بکنن؟ نه خیلی وقت که اگر طور مثال امارات متحده عربی بخواهد به رسمیت بشناسه، شرط از اونایی است که باید پای قطر در افغانستان قطع شود. یا عربستان سعودی رقیب سرسخت قطری ها هستند. متاسفانه در بازی دیپلماسی خود اصلا سیاست و دیپلماسی باستاب سیاست داخلی یک کشور می باشه. مشکلات را که شما پیشتر گفتین و فیصله ها و قطعنامه ها و به حساب قوانین جدید محدود کننده شدیدی که از طرف امارت اسلامی طالب ها و از طرف رهبرشان بر مردم افغانستان تحمیل میشه، این باعث دوری جهان و مجامع بین‌المللی میشه. اگر در میدان افغانستان بر اساس یک رقابت یک یا دو کشور به حساب قناعت به طالب ها را که با اونا هم پیمانی کنن و ما شما را به رسمیت میشناسیم حمایت میکنیم، به درد نه طالب ها میخورن نه بر درد مردم افغانستان، به خاطر که افغانستان از انزوای سیاسی خارج نمیسازه. افغانستان تمام کمک های جهان و حمایت های جهان و سرمایه گذاری های جهان از دست داده و جهان منتظر یک تحول کلان سیاسی و یک تصمیم کلان سیاسی در افغانستان است. تا زمانی که خواسته های جهان و مردم افغانستان عملی نشد، تا زمانی که مشروعیت ملی به دست نبیه، مشروعیت بین المللی و شناخت بین المللی به دست نبیه و هیچ نوع تحول محسوس، تحول مثبت در ارتباط افغانستان صورت نمیگیره، اگر میدان افغانستان میدان بزکشی چند کشور شود که در او میدان رقابت های زینا عملی شود و یکی دو کشور به خاطر حمایت از حاکمان فعلی به رسمیت بشناسه اینا را و مثلا رقبای خود در افغانستان عقب بزنه، این به نفع نه طالب هاست نه به نفع مردم افغانستان است. مثل که عمران خان یک وقت اعلان کرد که ما هند در افغانستان شکست دادیم، ولی شکست هند باعث شکست خود پاکستان در افغانستان شد. بنان اگر قطری ها بخواین امارات را، امارات بخواین عربستان سعودی را در افغانستان شکست بده، این به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه اینا رقابت های خود در خاک افغانستان انجام میتن و قربانی از این مردم افغانستان میباشه. سپاسگزارتان. آقای زهیر، شما صحبت های آقای ناصری را شنیدین، از روابط دیپلماتیک، از چرایی وضعیت کنونی یاد کردن. میخوایم دقیق تر بپرسم چرا افغانستان واقعا در امین مقطع گیر کرده؟ هیچ چیز دیگر تازگی ندارن، نه خط سرها و رفتارها و فشارهای دیپلماتیک کشورها و سازمانهای جهان بر افغانستان، نه سیاست گذاری های امارت اسلامی و نه هم امین وضعیت نابسامان مردم افغانستان و بی سرنوشتی ایشان. د قدرمن ناصری صاحب بعضی مسائل لشته قابل د تایید دی، ولی داسې مسله ده اوس ښاغلي ناصری صاحب وویل چې مشروعیت یې بین المللي، درسته خبره ده. اوس هغه مسایل چې زمونږ داخلي مسایل دي لکه فرضاً تعلیمات او ناسیه کې شر او یا مشمول او یا فرضاً فراګیر او یا انتخابات او یا پارلمان، دا مسایل چې دي دا زمونږ داخلي مسایل دي که دنیا د پوری نخیتی دی او د پوری غواړي دغه مشروط په دې چې فرضاً افغانستان امارت دغه مسایل مطرح کی او دا تعمیل او تنفیز کی، نو موږ به بیا دوی سره تعامل کوو. نه، سعودي عربستان وګورئ، یو لسګونه کاله کېږي، لسګونه کاله چې پکې حاکم دی، یو کورنۍ حاکمه ده.
تاسو اردن وګورئ حاصل کې سوریه وګورئ حاصل کې بحرین کې سنی اقلیت حاکم دی سنی اقلیت حاکم دی دای په دې ها نور د تاسو خیم کوټم دغه سی وګورئ مطلب د خلیج هیواتونه زیاتم دغه سی وګورئ میانمار وګورئ میانمار کې دغه فوج را پاسې د سهاله وکړه روهنګیا مسلمانان وګوره ژوندي سیند ته واچول وی سوځول کورونه ورته وران کړل هر څه یې وکړل خو آنګ سان سوچي وه هغه هیڅ نشو کولی هغه نه پوښتنه وشوه چې تاسو ته به رئیس جمهور ټرمپ په هغه وخت کې د امریکا رئیس جمهور چې تاسو به ټرمپ څه عکس العمل ونه ښیي ویل ما ته ټرمپ اطمینان راکړی دی معنا دا چې تاسو مسلمانان وژنئ وژنئ هیڅ خبره هم نه ده آقای ظهیر چرا امین الگوهای منفی گرفته میشه به هر حالش چرا افغانستان و کشورهای پیشرفته که هم اسلامی هستند همه هم موارد را مد نظر گرفتن حقوق شهروندانشان را تامین کردن و روابط دیپلماتیک خوب هم با سازمانها و کشورهای جهان دارند چرا با او کشورها قابل مقایسه نیست که همواره بس کشورهایی که مشکلات و زدبندهای داخلی داشتن مورد خشونت مردمشان قرار گرفتن نابسامانی بوده این کشورها بحث وقت قضیه افغانستان مطرح میشه اونا الگو قرار داده میشن یا حداقل پیش کشیده میشه خبر دا د دلته اسلامی نظام حاکم دی بل هیڅ خبر هم نشته دلته یو شرعي نظام دی اسلامی نظام دی او دا په دنیا کې بل نشته په ایران کې شته په سعودي کې او سناسه شته داسې بعضی ملکونو کې به کوم نظام چې دلته حاکم دی شرعي نظام او امارت شرعي نظام نافذ کړی دی دا نو په دنیا کې مثال نه لري نو دنیاوال هم دوی ته بعضې مسایل دی هغه دی چې مطرح کوي او د دو دا تقصیرات او نیمګړتیاوې چې لري خپل امارت هم لري په دې موږ باندې قانع یو خو دنیاوال خاص هم دې نه دغه کوي چې دغه اسلامي نظامونه سبا داسې نه چې نور هیوادونو ته رشد ونه کړي نور هیوادونو ته فرضاً دغه نه شي پیشرفت ونه کړي نو په همدې خاطر یو دلیل دغه دی او دویم دلیل دا دی چې دغه بله خبره مهمه داسې هم نه ده که نه داسې هم نه ده اوس ګوره زمون د امارت څومره دغه دي تقریبا 9 هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي 14-15 هیوادونو سره دلته قنصلي او سفارتي اړیکې دي ګوره ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان او دو سره ایران سره تقریبا 7 میلیارد تجارت تر روابط دیفکتو است و غیر رسمی بله همه روابط دیفکتو است آقای ظهیر و غیر رسمی است هیچ کشور روابط دیپلماتیک رسمی را تا حالا با امارت اسلامی برقرار نکردند صحبت هایتان را می داشته باشیم تشکر اما پس از وقفه ممنون ادامه نیمه روز و بحث را بیننده هستید. آقای ظهیر شما یاد کردین که کشورهای زیاد تا حالا روابط با امارت اسلامی تامین کردن. میخواییم دقیق تر بپرسم این روابط غیر رسمی یا دیفکتایی که تا حالا با امارت اسلامی شکل گرفته چی درد در واقعا میتونه دوا بکنه؟ شما از روابط سیاسی در حالی از ابهام امارت اسلامی با کشورهای جهان میدانین از تحریم های سیاسی و اقتصادی میدانین و همین گونه از آینده روشن این حکومت این بحث بر رسمیت شناسیش هم آگاه هستن دست فکر رو که چی دا پر رسمیت پیجندل شوی صحیح دا یا زنه ده پیجندل شوی زنه ده پیجندل شوی گورا دا مختلف ارسو که اقتصادی ارسو که گورا مدنیت زیربینه روبینه پروژه تجارت ترانسپورت ترانزیت ما خو مخکې هم پیرنه واچوله چې ګوره د څو همسایه هیوادونو سره زموږ تقریبا 10 میلیارده تجارتي رویدات دي او دا نور هم توصیه پیدا کوي همدغسې اماراتو سره ترکیې سره او بالاخره نورو ملکونو سره نو دا داسې فکر وکړو که ښه دا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او زموږ مهم شی ملک ته څه شی دی اساسي مهم شی د یو ملک چې دی څه شی دی اقتصاد دی اقتصاد پیشرفتونه او پرمختګونه چې یو ملک کې وشي هغه ملک حتی بی خبره ده چې په خپو ودرېږي او دغه مسله زموږ اقتصادي عرصه کې زموږ دغه مسایل تر ډیره پورې څنګه دي حل خو نه دي خو یعنې پیشرفت پکې روان دي مردم خواست های مردم و آنچه که مردم از حکومت توقع دارن در کجا قرار میگیره وقت همه همغم یک مملکت بحث اقتصادی باشه و پیشرفت اقتصادی باشه ګوره خبره داده کنه سیاست خپل ځای لري تجارت خپل ځای لري داسې فکر وکړئ اما فکر نمیکنین همه گره خورده بر حکومت سرپرست و حکومت مسئولیت داره در همه بخش ها رسیدگی بکنه نه تنها در بخش پروژه های اقتصادی خو ستاسو سوال مطابق ما ویو کنه
خو دغه تاسو داسې سوال وکړ چې دا مراودات چې دوی لري او رسمیت نه لري ما ته په دې باندې رڼا واچ که رسمیت نه لري هم دغه ارسو کې پیشرفتونه روان دي که نه دي په دې خو باندې اعتراف کوئ که نه رالو سیاسي مسایلو ته دا زموږ خپل مشکل دی دا سیاسي مسایل درسره منمه فرضاً ښځو تعلیمي عرصه کې فرضاً په انحصار د قدرت هغه د امارت انحصار د قدرت لري هغه دی دا واضح که دوی نه مني دا بیا له خبره ده ولې انحصار د قدرت دی 90% طالبان دي په قدرت کې تقریبا دا ښه 90% طالبان شو لس فیصد به دا نور په غټو واکمنیو کې او په غټو چاردغه کې نشته دی دغه کې مقام او منزلت کې قرار نه لري دا نور که نه خو خبره دا ده دغه بل مشکل دی زمونږ چې دا ټول فرضاً والي دی او که ولسوال دی او که وزیر دی او که معین دی تقریبا ما ورته مخې 90% ټول همدغه طالب دی نو دا انحصار دی دا خو زموږ خپل مشکل دی زموږ داخلي مشکل دی د ښځو تعلیمات فرضاً دغه دی خپل مشکل دا بل مشکل دی همدغسې ګوره بله ورځ هغه وزیر صاحب تحصیلاتي عالي وکړه وزیر صاحب معرف وویل چې د ښځو په تعلیماتو په عرصه کې څه وشي په دې کې دغه روان تحقیق روان دی ریسرچ روان دی ښه دا څنګه تحقیق دی چې درې میاشتو کې نه بشپړېږي خدای په یو ښه او بل حتی هغوی نور ته داسې معلومات وکړه که څوک غواړي چې دې برخه کې موږ سره څه ملاحظات لري را دې شي وزارت ته نو دې نه دا معلومیږي چې دغه د اوناسیه قشر تعلیمات بس نور ختم شو ختم شو په دې کې باید نور تجاهلعارف ونکړو دا ختم شو دا نو نه شروع کیږي دا همدغسې د وزیر صاحب د اظهاراتو نه داسې معلومیږي چې نور دې عرصه کې بس خبره بنده ده تشکر سپاسگزارتان آقای رانسری شما صحبت های آقای زهیر را باز هم شنیدین یاد کردن مسائل داخلی افغانستان را میپذیرند که چالش ها وجود داره اما در بعد بیرونی افغانستان پیشرفت های داشته روابط برقرار کرده و صحبت های دیگه ایش شما هم شنیدین میخواهیم دقیق تر بپرسم شما میدانین که جهان و کشورهای دور و نزدیک کارهای خانگی امارت اسلامی را نشانه گرفتند خواست ها و پیشرفت هایشان برای تامین روابط جدای از بحث های این که با او کشورها نگرانی های دارن از بحث امنیتی و تجاوز نشدن از خاک افغانستان به کشورهایشان بحث های داخلی افغانستان مطرح هست و در ظاهر قضیه هم بارها به صورت درشت مطرح شده چقدر دیگر نیاز است که امارت اسلامی پس از گذشتاندن 3 سال حکومت داریش در افغانستان این ملاحظات را انجام بده و حداقل نرمش و کرنش نشان بده هم در قبال مردم خودش رسیدگی بکنه به خواست ها و هم از این دریچه روابط را رسمی بسازه با کشورهای جهان ببین جهان یک دیکده هست امروز جهان یک دیکده هست به یکی دیگه بان ضرورت داریم همه چیزها باید بر اساس قوانین و کنوانسون ها و توافقات بین المللی صورت بگیره اگر بر رسمیت شناختن یک دولت مطرح هست در جامعه جهانی پابندی به میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عدم ایجاد تبعیض تعصب و به حساب زیر پا کردن حقوق بشر از اساسات دولتداری و نظاممندی هست در یک جامعه اگر ما می خواهیم با جهان مراوده داشته باشیم و از جهان تقاضا می کنیم که ما را به رسمیت بشناسه و آقای متقی میگه که دستاورده کلانی در بخش دیپلماسی و دست این جهان متوجه عمل کرده است اقتصاد هم روی دیگه رخ دیگه سیاست است هیچ سیاست بدون اقتصاد و هیچ اقتصاد بدون سیاست روشن و به حساب سیاست که بتانه تنویر کننده باشه و در روشنایی منافع افغانستان و منافع جهان و منطقه شکل بگیره او را نه جهان قبول داره و نه هم با او همکاری میکنه امروز تمام پروژه هایی که در افغانستان هست به خاطر وضعیت روشن افغانستان هم تاپی هم کازا 1000 تمامش متوقف است و جهان نمیتونه با رژیم و حکومتی که پابندی به قوانین بین المللی نداره مشکل خود اگر کدام مشکل حقوقی در یک رابطه با یک سرمایه گذاری ایجاد شوه او با کدام محاکمه بین المللی و با کدام نهاد بین المللی راجع شوه که و افغانستان و طالب ها عضو از این نیستند بنان تمام سرمایه گذاری های جهان متوقف است کمک های جهان متوقف است مسئله شناسایی متوقف است چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به دست طالبان است و جهان شکایتشان روز به روز بیشتر میشه اعلامی ها و
قطعنامه هایی که صادر میشه، آخرین قطعنامه را که شورای امنیت دو هفته بعد صادر خواهد کرد، در او گزارش های تکان دهنده شاید مطرح شود از طرف خانم اوتانبایا. بناهن جنگیدن با جهان، جنگ منازعه کردن با اونا و حرف را که آقای متقی در کنفرانس کامرون گفت که ما با یک جنگ تبلیغاتی مواجه هستیم. متاسفانه جنگ تبلیغاتی چی است؟ دیروز در کابل یک انفجار خونین صورت گرفت در مقابل لوی سرانوالی افغانستان و ده ها نفر کشته و زخمی شد. این نشان دهنده بی‌ثباتی و امنیتی هست. اقتصاد ضعیف افغانستان که روزمره مردم افغانستان 8 میلیون و 10 میلیون کمک میگیرن از امریکا، این نشان دهنده ضعف و وابستگی اقتصادی است، نه پیشرفت اقتصادی. در یک هفته 70 هزار هموطن ما وقت از افغانستان فرار میکنن، اینا با کجا میرن؟ به ایران، پاکستان و کشورهای دیگر. امنیت ثبات منطقه را این مهاجرین افغانستان بر هم میزنه. بنابراین مسئله ما داخلی نیست که ما میگیم حقوق بشر داخلی است، مکتب داخلی است. هر فرق محترم استاد ضعیف داخل جمع بندی کردن و گفتن که قصه مکاتب دخترها و تعلیم و تحصیلشان دیگه بسته شد. حرف حرف تهدید و تخفیف است و میگن بیا بیاین در وزارت و یا تا امر ثانی سوال کردم هم ممنوع هست. این انحصار و این به حساب سرکوب آزادی بیان و رسانه و اطلاع رسانی افغانستان نظر به 3 سال پیش ما که میگم حقیب گرد است. متاسفانه طالبا در ابتدای آمدن خود وعده هایی به مردم افغانستان جهان دادن برای تشکیل یک دولت ملی، بر مشارکت سیاسی و پلورالیسم سیاسی، برای سپردن کار به حلش و استفاده از دانشمندان، علما، استادان پانتون، ولی قدم به قدم اینا عقب میرن. حتی احزاب سیاسی و جریان های سیاسی که در کابل است اینا را ممانعت میشه. آقای حکمتیار یکی از کلانترین رهبران جهادی است که از طالبا حمایت میکرد، همه چیزش ازش گرفتن، تلویزیونش، خطبهش، منبرش، محرابش، فعالیت های سیاسیش. بنابراین کدام رهبر سیاسی که در خارج از دلش خوش شوه که بیایه به افغانستان و در کنار طالبا قرار بگیر؟ آقای کرزی محصور شده، عبدالله محصور شده. بنابراین طالب ها برای شکستاندن این بون بس. بله امین، چالش ها را شما یاد کردین، اما چه باید شوه؟ راه ها بارها مشخص شد، خط و نشان ساخته شد و پیشنهادم شد که این راه هست و از این باید استفاده شوه. ظاهرا از راههایی که پیشنهاد میشه به صورت بهینه‌اش استفاده نشده تا حالا، نه سوی جامعه جهانی در قبال امارت اسلامی و نه هم از این طرف با جهان رفتار شده. بالاخره این راه چقدر میتونه با امین وضعیتش ادامه داشته باشه؟ متاسفانه وضعیت روز به روز بدتر شده میره. آقای متقی یک شخص دانشمند است با ادبیات نرم و ملایم و چهره خندان، میخواد با جهان تماس داشته باشه، ولی تصامیمی که در قندهار گرفته میشه و در کابل گرفته میشه دست مسئولین ارشد اجرایی طالب ها را از پشت بسته کرده. وقتی که مسئله مکاتب به تا امر ثانی و تعویق مفته، وقتی که سوال کردن هم تا امر ثانی و تعویق مفته، وقتی که متاسفانه همه چیزها زیر تسلط طالب ها عقب گرد و عقب گرد کرده میره. همی امر به معروف و نهی از منکر قوانین را که وضع کرد، تمام آزادی های مردم افغانستان متاسفانه محدود ساخته، مخصوصا از خانم ها را که صدایشان هم عورت است و چهرهشان هم عورت است و همه چیزها. این وضعیت اگر عملی شود و واقعا اینا به این شکل عمل کنند، حتی نشان دادن حکس و امیال آقای ضعیف در تلویزیون یا شما یا ما پیش در از نظر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبا حرام است، بخاطرش چیز نشان دادن چهره یک انسان یا یک چیز زنده حرام. بنابراین اگه حلال و حرام را که طالبا از خود میکشن این روز به روز عملی شود، محدودیت هایی که اینا خلق میکنن باعث انزوای از اینا در جامعه و انزوای از اینا در جهان میشه و این پیشرفت و دستاورد دیپلماتیک نیست. ولی وزارت خارجه طالبا شاید بسیار تلاش میکنه، ولی صلاحیت اجرایی آقای متقی نداره. تمام تصامیم جای دیگه گرفته میشه و آقای متقی برای به دست آوردن به حساب رضایت جهان متاسفانه موفق نیست، به خاطر که جهان حرف قبول نمیکنه بلکه عمل میبینه. سپاسگزارتان آقای زهیر. خیلی کوتاه اگر شما هم اشاره بکنین، آینده این راه را به کجا میبینین و کدام نکات برجسته در امین حوزه میتونه افغانستان را به مسیر بهتر سوق بده؟ ده محترم عایشه جان دست کرده چی من خوب بیم رنا و چوالا مخی ما چوالا وسم و چوالا دوی دا خپل داخلی تقصیرات او نیمګړتیاوې او خلاوی چې دي دغه ډکې کې دا اصلاح کې دغه د زموږ د ملت
خواهشاتم دی د همسایگانم دی د خطې هیوادونم دی او د دنیاوالم دی دی په دې سلیمان علیه السلام ته یو کس راغی د هغه میلمه شو یو مامر کس میلمه شو او هغه ورته اور بل که کتغ متغ ورته تهیه کو کله چې دا اور بل که هغه سړی چون مجوسي و اتش پرست ورته سجده وکړه ورته چې سجده وکړه سلیمان علیه السلام څه وکړل دی تهدید که تحقیر که ویشړل چې لاړو الله تعالی ورته وویل ګوره سلیمانه ویل دا کس چې اوس دا شپېته کاله کېږي چې دا ما درک کړی دی او تا ګوره دغه 15 دقیقې دا درک نه که نه نو بنا ان زمونږ د امارت نه غواړو چې دا خپله ټولنه دا خپل ولس درک کړي تشکر دغسې خو ګوره نورو خلک او پرچم او مجاهد او بل او بل او جمهوریت والا دا نخری او دا پیخې کولې دغسې خلک په یو تلاتم کې او په یو قهقرا کې واچول صاحب بس دې امارت ته پرېږدئ دغه مسایل پرېږدئ دا ملت نور درک کوي او دې کې ستاسو هم خیر دی د ملت خیر هم دی زمونږ خیر هم دی دا د دې نه د اوږدې نه ولا کې وي او دا د عاطفې نه وي او دا د ترحم نه وي او دا د دې نه وي چې همدردۍ نه وي چې دغه اسلامي نظام دی موږ له په ستر سترګو قبول دی که څوک یې نه قبلئ هغه د سره دغه مسلمانۍ کې شک دی خو ولې تاسو خو هم ځان دغه اصلاحات راولئ که نه دغه ملت خو ستاسو خپل ملت دی نو دغه بنا ان دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسئ او دغه ملت سره نور ډېر ځورېدلی ملت دی ډېر کړېدلی ملت دی او د دغې نور زړونه په لاس راوړئ دغه سره نور همکاري همدردي وکړئ نو بس دغه زما خواهش دی د امارت نه مې خواهش دی دغه مسایل چې دغه کې متوجه شي او دغه ټولنه خپله درک کړي هېڅ مسایل نشته دی هر څه حل دي ممنون آقای نصری خیلی کوتاه اگر شما هم بپردازین اگر مسائل بر اساس آنچه پیشنهاد میشه تغییر پیدا نکنه و فکر میکنین جهان اقدام بعدیش در قبال افغانستان چه خواهد بود در حالی که میدانیم حالا درهای دیپلماتیک باز است حتی در برخی موارد امتیازدهی هم برای حکومت سرپرست انجام میشه تا اینکه در تعاملات باز شود اگر کمک هایی که روزمره از طرف سازمان های بین المللی و ملل متحد و امریکا و غیره صورت میگیره قطع شود اگر دفتر یوناما بسته شود شلاق زیر مردم افغانستان میخورند نه مسئولین و رهبران طالبا اونا سرمایه ها و خانه ها و همه امکانات را دارند اقتصاد مستقل از مردم افغانستان ولی مردم افغانستان که در هفته 70,000 میت در حالت فرار است اینا بدتر و بیشتر دچار مصیبت میشن افغانستان 28 میلیون انسان زیر خط فقر زندگی میکنه با کمک های جهان ضرورت داره و متاسفانه عرضه خدمات ضعیف است معارف سقوط کرده تعلیم و تربیت سقوط کرده اقتصاد سقوط کرده و مردم افغانستان با فقر و بیکاری دست پنجه نرم میکنن امنیت هم دیروز ثابت شد که متاسفانه امنیت شکننده هست بنابراین اگر وضعیت به می ترتیب دوام کنه وضعیت امارت اسلامی طالب ها حاکمان فعلی و مردم افغانستان متاسفانه پیام خوش و آینده خوش را نوید نمیده سپاسگزارتان مهمانان گرامی آقایان ویس ناصری آگاه روابط بین الملل و ظهورالله ظهیر آگاه مسائل سیاسی از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین